درود خوش اومدید به جذاب ترین بازی دور هفتم مسابقات کاندیداتوری شطرنج جای کلیرزا فیروز جا به مسافه گوکش دو ماراجو میره خب امروز روز آخره رانده رفت مسابقات فردا استراحت و از پس فردا دور برگشت مسابقات آغاز میشه و رنگ مهرا برای بازیکن ها در بازی های متقابل تغییر میکنه مثلا بازی برگشتش میشه علیرضا سیاه گوکش سفید به عنوان مثال خب اما بریم سراغ این بازی که علیرضا فیروز بازی رو با حرکت دی 4 آغاز کرده گسترش سوار اسب به خونه f 6 و فیل به خونه اف 4 گسترش پیدا کرده سیستم لندن رو علیرضا برای این بازی انتخاب میکنه سیستم لندنی که توی سطح سطوح بالا از نظر توری 99 ممیز نیم درصد بازی ها با نتیجه تساوی به اتمام میرسه اما جای نرید این بازی نتیجه داشته دی پنج بازی شده و حرکت ایس قطر فیل رو سفید داره باز میکنه سی پنج سریعا به مرکز سفید توی بازی حمله میکنه گسترش اسب ایشیش قطر فیل رو سیاه باز میکنه اسب خونه دی دو و وزیر به خونه بیشیش فشار به این پیاده و همچنین پیاده خونه دی 4 رو تقویت میکنه رخ بی دفاع کرده پیاده خودش رو تعویز پیاده اتفاق افتاده گسترش فیل و علی رضا پیاده خودش رو به خونه سیسه رونده تیپیکال سیستم لندن همینه حالا فیل اومده خونه بی 5 اینجاش باحاله علی به سبک آلفا زیرو حرکت h چار رو بازی میکنه با طرح h پنج اچ 6 بگی اومدم سراغت و در واقع بی اتنا در واقع میتونست بزنه پس بگیره حالا دیگه قله رفتن سفید یه ذره براش دشواره ولی خب قابل بازی بوده اما توی بازی الرزا ا 4 بازی میکنه و تعویز فیل ها اتفاق نیفتاده اینجا گوکش هم میتونه بکوبه توی فیل خونه F1 من توی لایو امشب هم گفتم اینجوری که بوش میاد علی رزا نه این فیله رو میزنه ا 4 بازی کرده داره میگه مثلا قلعه نمیخوام برم با این رفتاری که با مهرهای خودش میکنه داره میگه من قلعه نمیخوام برم بزنی هم میخوام با شاه پس بگیرم بعد شاه همم هم بذارم تو جی یک امنه روخ از اجسه میارم به بازی اضافه میکنم سوار گسترش پیدا کرده رخ به خونه اجسه اومد اصلا همینجا با حرکت رخ اجسه علیرضا اعلام میکنه قلعه نمیخوام برم هر کاری میخوای بکن دو تا رخ ها رو توی بازی تکون میده علیرضا وحشتناک بازی میکنه این پسر فیل به خونه ای 2 و حرکت اچ 5 هم اونجا علیرضا بازی کرده اچ 6 میتونه ضعف ایجاد کنه به همین دلیل اچ 6 سیاه خودش جلوگیری کرده و حرکت ا 4 مجبور میکنه فیل رو به تصمیم گیری بیا بزن فیل زده علیرضا پس گرفته قلعه از طرف سیاه و اینجا شاه به خونه جی 1 رفته از اون جایی که این قطره میبینیم خیلی قطره امنی نیست برای شاه شاه خودش رو امن کرده توی بازی و به صورت دستی علی قلعه میره روخش هم از این سمت به بازی اضافه میشه اما اینجا وزیر به خونه سی شیش بازی شده فشار به این پیاده ستون سی رو میخواد کنترل کنه سیاه توی بازی اسب وزیر نشسته تعویز اسب ها اتفاق افتاده و علی رضایی که اینجا با فیل نمیزنه زدن با فیل هم قابل بازیه اما میرن توی یه آخر بازیه نمیدونم حوصله سرور خیلی مساوی تصمیم میگیره با پیاده بزنه بشینه به اسب اسب جابجا جا بشه حالا دیگه حرکت مثل رخ جیسه شاید وزیر جی 4 توی راه باشن رخ به خونه جیسه تهدید سفید اینه که بکوبه تو پیاده اچریش نمیتونه پس بگیره به خاطر اینکه شاه آچمز پیاده به شاه آچمز شده شاه به خونه اچ 8 رفته و حرکت آ 5 هم بازی کرده وزیر به پیاده فشار وارد کرده و اسب به خونه اف اومده در واقع وزیر به هر دو پیاده داره فشار وارد میکنه به کمک این اسب هم به این پیاده و علی رزا تصمیم میگیره پیاده خونه افسه رو بذاره اف 3 و پیاده ای 5 خودش رو حمایت بکنه و این پیاده رو داره در واقع مجبور بی دفاع رو کنه. یک پیاده توی بازی عقب حرکت سی چار رو علی رزو بازی کرده و رخ به خونه جی هش اومده پیاده خودش رو دفاع بکنه ترهی که اینجا سفید داره مشخصا اینه که وزیر رو بذاره سی یک بیاد سراغ این پیاده توی بازی و در واقع حتی کار هم میکنه حتی همینجا وزیر رو میتونه بذاره دیدو و شاه رو سیاه باید بذاره خونه اچ هفت پیاده رو دفاع بکنه حالا مثلا روخه رو, رو بخواد بذاره اینجا فیل در ا... فیل در میزنه نمیتونه پس بگیره چون مات میشه و اگر هم نخواد بزنه حمله سفید حمله خوبیه ولی خب وضعیت خیلی بد نیست برای سیاه چون حمله سفید حمله اونقدر عمیقی نیست میدونی یعنی مهره ها اونجوری با هم همکاری نمیکنن پیاده خوب دفاع میشه شاه دفاع شده مهره های سیاه هستن حضور دارن و اینا خب ولی حرکت سی چهار علی رزا بازی کرده رخ جی هشت رخ به خونه آیک اومده اولین اشتباه بازی از طرف علی رزا صورت گرفته نشسته به وزیر اما این حرکت بده به خاطر حرکت قدرتمند وزیر بیچار که گوکش دوماراجو این حرکت رو تونسته پیدا بکنه فشار زیاد به پیاده قابل زدن نیست فیل از دست میره توی بازی فشار زیاد مجبور با حرکت بی سل دفاع بکنه اسب هم حالا به حمله اضافه شده فشار بیشتر به پیاده اگر دفاع بکنی خونه ای چار هم خونه بسیار مناسبی برای این نسبه همین اتفاق افتاده از ای 4 رخ زیر ضربه مجبور ستون جی رو رها بکنه رخ اومده به خونه ای 3 دلیلش اینه که پیاده رو نتونه سیاه بزنه و یک پیاده دیگه اینجا پیش بیفته اگه بزنه که اسب میده اینجا اما وزیر رفته خونه سی 3 رخ اومده پیاده رو دفاع کرده رخ به ستون دی و بی 4 رو عملی علیرضا رونده قربانی پیاده این لحظه علیرضا فیروز دو پیاده توی بازی عقب و توی این لحظه میتونه پس بگیره دیگه آقا پیاده رو میتونه پس بگیره اسبش دفاع بشه تو بازی میدونی چی شده از در اف دو زده گوکش یک طرح باحال دیده خب یعنی انتظار من این بود که پیاده پس بگیره اسب دفاع بشه حالا مثلا بعد از رخ بیسه حمله به وزیر وزیر جابجا جا بشه به صورت ایکس ری بشینه به این وزیر رخ در بی هفت پیاده رو پس بگیره بعد از تعویز هایی که اتفاق میفته حالا این فیل زیر ضربه و مثلا فیلم میتونه بیاد بخونه پنج به خونه سی فشار رو بس بیشتر بکنه و به این شکل بازی ادامه پیدا بکنه رخ در F7 نداره سفید اگر رخ در F7 بخواد بزنه حالا اسب وقت میکنه بیاد سیسته بشینه به رخ رخ بخواد ستون رو نگه داره پیاده اسب خودش رو حمایت بکنه فیلم کوبه تو اسب بخوای پس بگیری اسب ایدو چنگال زیبای شاه و رخ رو داریم و سیاه میبره این لاین رو من انتظار این شاخه رو داشتم پس اینجا فامیلیم نداره اینو بزنه اما از در اف 2 بازی شده یه چیز باحال دیده گوکش یه پیاده اینجا دو پیاده و فشار زیاد به اسب خونه دی چهار وارد توی بازی فشار رو بیشتر کرده اینجا اسب دفاع شده با رخ حالا با دو زور حمله میشه و دو زور بهش دفاع شده فیل فیل که نه رخ به خونه دی هش اومده فشار رو بیشتر کرده فیل برگشته دفاع کرده و حرکت فیل سی پنج از طرف گوکش دو رو بازی شده با حال جنگ بر سر خونه دی چهاره توی این بازی و اسبی که تو خونه دی چهار قرار گرفته و توی این لحظه علی رزا فیروز جا حرکت درخشان بازی رو پیدا میکنه تنها یک هر حرکت که علی رزا رو میتونه تو این بازی نگه داره بچه فقط یک حرکت اگه تا اینجا ویدیو اومدید و لایک نکردید لایک رو بکوبید 5000 تایی شد کانالمون چند دقیقه پیش مرسی که حمایت میکنید مرسی واقعا ازتون دمتون گرم بدون شما این کانال واقعا به هیچ جا نمیرسید مرسی که 5000 عضو داریم 5000 نفر انسانی که علاقه من شدن به شطرنج یا بودن و دارن کانال ما رو دنبال میکنن ارادتمند تک به تکتونم عشق منید فقط یه حرکت اینجا که علی رزا رو میتونه توی بازی سیف نگه داره حرکت وزیر به خونه بیسته این حرکت حرکت درخشان با دو علامت تحسینه که علی رزا فیروز جا تونسته حرکت رو پیدا کنه و وزیرها رو تعویزش رو اجباری میکنه آقا دیگه جنگی ما نداریم اینجا بخوای با فیلینو بزنی وزیر میدی با رخ بخوای بزنی که با رخ بخوای بزنی چی میشه؟ رخ در دیچار باز مساویه رخ در دیچار رخ در دیچار اوکی اگه وزیر رو بزنین اینو همین الان با هم داریم رخ دیش کیش شاه اچ هفت بازی بشه حالا رخ در سی پنج کیش و در ادامه هم کیش دائمه همین الان تامنیل همین ویدیو آماده شد بذار برای در میارم کارو کیش دائم چیزی باید داشته باشه سیاه چون از نظر انجین وضعیت مساویه. میگه وزیر بیاد بی چهار احتمالا نیم نگاهی داره به کیش خونه ا 4 میندازه توی بازی مثلا شاه اف یکی چیزی باید بازی بشه آره وزیر ا 4 میاد برای کیش فیله بخواد در واقع بلا کنه میاد برای این کیش دیگه آره مثلا رخ دی چهار بازی بشه وزیر در اچ 5 میاد یک کیشی پیدا میکنه بالاخره چه میدونم مثلا شاه اف 2 اینجا بازی بشه همه چی داره وزیر جی شیش نمیدونم راستشو بخوای لاینش رو بررسی نکردم ولی خب وزیر بیسه زده بود مساوی اون لاینرم اینجا گوکش وزیرها رو تعویز کرده فیلها ها تعویز شدن و میریم به آخر بازی که علیرضا فیروز را یک اسب داره در مقابل دو پیاده متصل به همه رونده و یک پیاده که خونه F7 قرار داره سه در سه پیاده در مقابل یک اسب آ پنج بازی شده پیاده که داری و برونی دیگه آ پنج آ چار داره میاد روخ فعال بازی کرده رفته به خونه سی هفت فشار به این پیاده فشار به پیاده خونه F7 وقت بازی کنه هم دقت کنید علی رزا یک دقیقه های ثانیه و گوکش دو دقیقه و سی ثانیه حرکت سی و چار بازی هستیم و شیش تا حرکت دیگه از طرف بازی ها باید بازی بشه تا به حرکت چل برسن و سی دقیقه به زمانشون اضافه بشه حمله به اسب اسب جابجا جا شده و رخ رفته پشت پیاده این پیاده پیاده مهمیه اینو هم میخوای بزنی مهم نیست من دارم میرونم مثلا از در بی هفت من قرار آسه بازی بکنم روخ رو بذاری سی یک بیای پشت پیاده من قرار آدو بازی بکنم باید بری پشت پیاده و بازی ادامه پیدا میکنه حالا رخ میاد بی هش میشینه به این اسبه چه میدونم اسب کجا میخواد بره مثلا بره تو خونه دیشیش کیش روخ میاد پیاده رو هم دفاع میکنه وضعیت متعادله باز برنده سیاه نیست ولی خب آه. سفید هم مشکل براش پیش میاد دیگه نمیتونه ببره بازی رو اسب رو علیرضا اما گذاشته خونه دی هفت شاه به خونه اچ هفت اومده در تنگی زمان گوکش اینجا اشتباه میکنه شاه اچ هفت اصلا حرکت درستی برای سیاه نیست نمیدونم هم به چه منظوری بازی شده چون تاکتیک رو میتونید ببینید اسب اف 6 کیش چنگال رو خوشراه اما الان کار نمیکنه به خاطر وجود پیاده F7 پیاده f 7 وجود نداشته باشه این حرکت نمیتونه پیاده بزنه به خاطر اینکه شاه آچمزه توی بازی اینجا حرکت رخ F3 رو علیرضا بازی کرده با طرح اینکه بیاد سراغه این پیاده توی بازی و اینجا گوکش در کم بوده زمان کلپس میکنه اصلا اتفاقی که دیشب پریشب برای علی رضا در مقابل هیکارو کامورا اتفاق افتاد آسه رو بازی میکنه بی, بی توجه به تهدید سفید پیاده اف هفت چی؟ پیاده از دست رفته و حالا دیگه دو ازاریش افتاده اما دو ثانیه فقط توی بازی وقت داره گوکش شاه رو گذاشته خونه اچ هشت در حالی که فقط دو ثانیه فرصت داره توی بازی پاداش زمانی هم نداره اینکه سی ثانیه برای هر حرکت بگیر حرکت به بعد سی ثانیه اضافه میشه حرکت 38 بازی هستیم و فقط دو ثانیه گوکش وقت داره علی رزا هم 12 ثانیه و خب کاش میدادن علی رزا از همون اول بیلیت بازی میکرد اسب خونه F8 اومده حرکت بسیار خوب گوکش A2 رو هم بازی کرد اما این وضعیت موت در دو حرکت بعد از حرکت اسب جی شیش کیش علی رزا فیروز جا این بازی رو میبره توی حرکت 40 و سی دقیقه میشه زمانش در حالی که گوکش از بازی انصراف میده و دو ثانیه وقتش میمونه کاری برای انجام دادن نداره شاه اگر بخواد به خونه جی هش بیاد مات میشه این خونه ها توسط اسب و این خونه ها توسط رخ ها دارن کنترل میشن شاه این ورن بیاد در گوشه صفحه مات میشه این خونه ها از شاه گرفته شده به همین دلیل گوکش دو توی این لحظه توی حرکت شهلوم از بازی انصراف داده بریم سراغ جدول تبریک به علی رضا فیروز تبریک اولین پیروزیش رو توی این تورنمنت به دست میاره و میتونه ریکاوری کنه حالا با برد بره سراغ روز استراحت این مسابقات اینجا ببینیم با هم جدول رو علی, رزا یک برد به دست میاره دو نیم امتیازه میشه و خب اختلاف رو کمتر میکنه با صدر جدول ولی خب هنوز دو امتیاز اختلاف داره با صدر ولی خب میتونه برگرده بازگشت علی رضا رو داریم یا نه به نظرتون نپو با چارانیم امتیاز اول گوکش دوم به همراه فابی با چهار امتیاز و همراه پراگ اصلا بالا جدوله رو ببین بسر تو نفر ششم جدول بخوای نگاه کنی همشون با هم یه رنجن یه دونه امتیاز اختلافشونه علی رزا دو امتیاز و عباسوف دونیم امتیاز امیدوارم که علی رزا بتونه برگرده چرا که نه مرسی که این ویدیو رو تماشا کردید امیدوارم که این از این ویدیو لذت برده باشید اگر دوستش داشتید لایکش کنید من کیانم و توی ویدیو بعدی میبینمتون. Peace.